به پیغمبر معظم ما بیترامی شده از طرف کشور هند، پارلمان هند. من رو بندی که بودن در بندی خانه. من هر روز دعوی دیگه خیر است، مگم یکی دیگه تانه خوب بگوین. من گفتن که افغان ها گریخت از افغانستان، گفتن در تیاره خود کشال کردن. ما گفتم نخیر، در تیاره خود کشال نکردن، دم تیاره را گرفتن که امریکا در 20 سال آمدی بیای صحبی تا بیتی باز بگریز. سلام و عرض حرمت نثار تک تک از عزیزانی که بیننده گزارش امروز هستند. باز هم خوش آمدین، امیدوار هستم هر جای دنیا که هستین شاد و خرم و خنده بر لب باشین. باز هم سلیم رسولی در یکی از گزارش های ویژه در شهر کابل در خدمت شما ایضا قرار دارم و امروز بنابر گفته های رسانه ها و حال اوضاع جامعه یگانه فیلسوف افغانستان صدیق افغان که بنابر تعرض کشور هندوستان علیه پیامبر اسلام اینجا اعتصاب غذایی کرده، آمدیم در پارک زرنگار شهر کابل که نظر اونا رو داشته باشیم که چرا اعتصاب کردن و از حال و احوال این شخصیت فرهیختی کشور آگاه شویم. امیدوار هستم تا آخرین دقایق برنامه ما رو بیننده باشین و میریم به طرف صدیق افغان. دوستای عزیز نازنینم قدم زده زده خیلی هوای خوب و خوش همه است داخل پارک زرنگار. این اینجا من بالاخره پیدا کردم در یکی از گوشه های پارک زرنگار و این خیمه و این چهره که در داخل خیمه شده خیلی برتان آشناست انشاءالله که حتما افغان صاحب است. السلام علیکم افغان صاحب. شفا باشه، خوب شدین؟ دوا و این موارد معلوم میشه؟ سلامت باشین، تشکر. از شفاخانه گریختیم. شفاخانه گریختیم؟ استانبول گریختم. از ترکیه فعلا پس افغانستان آمدین؟ ما بسم الله الرحمن الرحیم. بله. سلام احترامات خدمت شما، از طریق شما خدمت تمام بینندگان همین تلویزیون تو شبکه تو هر چی کس ما تو حدیث طریق جامعه جهانی وصل میشه با ما شما. وقتی که شنیدم که به پیغمبر معظم ما بیترامی شده از طرف کشور هند، پارلمان هند، من خواستم که خیمه دیم در مقابل کنسولگری و سفارت هند در استانبول. من همراه کنسولگری خود تماس شدم و همراه مقامات ترکیه باز گفت که نه، اینجا کشور سیوم است برای خودت، هند افغانستان نه، اینجا چی میکنی؟ ما اجل از شفاخانه گریختم در حالی که در اسناد است. باز میتونید ببینید که تا 3 آگوست باید از من در شفاخانه باشم، چون همون مریضی من مریضی است که قبلا من رو بندی کردن در بندی خانه. خون ما لخته میشه، باید از مایل تبدیل کنم دیگه. ما باید از پاس برم، آمدم که همی انسجار خدا تقبیه کنم، همی حرکات غیر مسئولانه پارلمان هنده که ما بر هیچ ادیان
تامین میکنن و موش پرستش میکنن گاو پرستش میکنن کدام وقت کدام مسلمان اورار تهنه نداده 200 میلیون مسلمان در این دست برازیا رای داده رفته در پارلمان یا در مقابل ادبای خود به خاطر که مسلمان هستن یا بهتر میکردن آمده اینجا به خاطر اینکه بتونم که من یک مسلمان بتونم که از دین خود از عقیده خود از پیغمبر خود دفاع کنم فیلسوف صاحب بزرگوار شما خب مریض هم هستین و در این حالت نخوردن غذا و موارد یا به نظر من نقص میکنه براتون خدای نخواسته دوست عزیز به دور از دغدغه و به دور از حرفای دیگه باور کنین یگانه شخصیت دوست داشتنی افغانستان که ما خودم شخصا دوستش دارم سالهای سال است که دمی وطن است هیچ جای هر جای برش مساعد بوده بیاین یک بار معلومات ما را درست کنیم که صدیق افغان کی است واقعا میشناسیم که چه شخصیت هایی داریم این افغانستان ولی هیچ وقت ما مردم حاضر نیستیم که از شخصیت های خود استقبال کنیم و مانی رفتنشان به کشورهای دیگه شویم و حتی به نام دیگه کشورهای آت میشن باور کنین بیاین قدر اینا را بدانیم مریض هستین اعتصاب غذایی کردین نان نمیخورین دیگه حالت برتان ضرر میکنه نه خیلی تحسن هستم به خاطر اینکه ما ایرا اعتصاب غذایی است که 24 ساعت اعتصاب کنی تحسن مطابق شریعت و قرآن محمدی صلی الله علیه و آله است وقتی که اذان میته با افطار میکنه با یک بوتل آب یک بوتل آب ساعت تان چطور سال شکر خوب هستین یک کمکه با سهرم با یک بوتل آب چی میکنم حال چطور هستین گفتم ساعت تان خوب است شکر خوب است دیگه محبت های شما محبت های مردم هم دیگه بهترین تداوی است آدم دقیقا دوا آدم تداوی نمیکنه بلکه آدم دوست عزیز تصویر رو میبینین یک عالم دوا شخصت های نازنین ما بیرون از کشور مریض شدن ولی بازم سعدمنده و ظالم های ما سر جایش هستن کسایی که میدانن کسی که سال عمر خود سپری کردن در رای دین و در رای وطن در حالت مریضی میان اعتراض میکنن و خیمه تحسن میمانن امیدوار هستم در قدم نخست فیلسوف بزرگواری که شفایاب شوین و ساعت کامل نصیب حالتان شوه و ای که چی زمان این خیمه تحسن را ختم میکنین و این موارد که معلومات بتین شما در جریان هستین مطبوعات در جریان است ملت بزرگ افغانستان در جریان است که در 2007 هلند و دنمارک همین گستاخی که امروز اینجا کرده اونا هم کرده بودن اما ما تانستیم که جلوه دیره بگیریم سفیر دنمارک و هلند در خیمه ما آمدن معذرت خواستن و مانع او فیلم شدن در آنلاین و مانع دیگه کاریکاتوری که کرده بود او را دیگه معذرت خواستن گفت نظر رسمی دولت دنمارک نیست باز ما را دعوت کردن در کنفرانس بین المللی که یکایت بزرگ در 2008 باز ما رفتیم دیگه 2007 البته 2007 با رفتیم که 1388 بود اونجا کنفرانس رو دادیم اما حال سوال شما اینجاست که حال من تا وقتی هستم که حداقل تا که من میتونم اینجا مقاومت کرده خواه هستم تا که اونا هم کسانی که گستاخی را کردن در مقابل عقیده ما دیگه عقیده من از خود دفاع میکنم چون از دگاه شریعت در یک قری یک نفر در اتکاف میشینه از مسئولیت دگاه ساقط دست یعنی یک نفر ساقط میشه بله ساقط میشه خیر ببینیم افغانستان جان یک دکده است پایین مثلا افغانستان یک قریه است به نمایندگی مردم افغانستان نجشتیم این حال 56 مملکت دادگام باید از یک نفر اگر اعتراض کنه 56 مملکت مثلا سازمان همکاری های اسلامی اونا بخی به تفاوت هستن به اصطلاح پلاو محمد صلی الله علیه و آله میخورن اما در مقابل به احترامی مردم های بی‌مسئول خاموش هستن من خاموش مانده نمیتونم تا وقتی که من انرژی دارم تا وقتی که نگاه فیزیکی میتونم اینجا مقاومت کنم تا وقتی که معذرت نخواهن ادامه میتین ادامه معذرت شد کار ندارم باید برطرف شد معذرت دیگه خواست معذرت چیه قدم در قفاق دیگه بگم من معذرت میخوام معذرت شد در دادمو نکنم همین دو نفر باید مطابق نرمای بین المللی محکمه شوند چون در عقیده دیگر را تجاوز کردن کار خردمندان نمی باشد مثلا موش اونا پرستش میکنن مثلا ادرار گوه ازش استفاده میکنن گوه آقای موتی برش سجده میکنه ما هیچ وقت نگفته میشه
اونا چطور با پیغمبر معظم که 2 میلیارد نفوس دنیا را عقیدهش زیر سوال قرار میدن؟ 2 میلیارد نفوس ها. دوستی هم با ما میکنن، مثلا ما شما را گندم میتیم، مثلا ما شما را چی میتیم؟ میگم این چیزی نتش، مقصد با عقیده ما تجاوز نکنه. بالاخره خواست آخر تا نمی است که باید برکنار شون نفر ها و کسایی که گفتن؟ ما چی کار است؟ من نکدام قاضی استم، نکدام مطفی. مطابق نرم بین المللی اگر کسی در عقیده کسی تجاوز کند، چون اسلام اجازه نمیده که ما با عقیده دیگر را تجاوز کنیم. مثلا اون روزا دیروز پریروز برادرای اهل اولود ما، یعنی وطنان اهل اولود ما، برادرها از نگاه انسان کل ما برادر هستیم. یکم تا نگویه که چرا اون دور برادر گفت، یعنی وطنان اهل اولود ما مورد تهاجم قرار گرفتنه. کل مردم افغانستان متاثر شدنه، ناراحت شد کلگی بشمول ما. این حالا چرا اون ناراحت نمیشن که ما عقیده ما را زیر سوال قرار میده؟ مردم افغانستان به خاطر عقیده خود همین تکت کشتای که افغانستان در مقابل روس جهاد کردن، بالاخره کامیاب شدن، شوروی بعضا پاشیده شد، در مقابل امریکا اولادای ما 20 سال کل جهاد کردن، قریه‌های ما تکت کشت، شهرهای ما بمبار شد، مکتبای ما بمبار شد، مسجدهای ما بمبار شد، آروسی‌های ما بمبار شد، به خاطر اینکه عقیده ما زیر سوال کرد. اگر نیمون روس هم برای ما قدر پایپلاین تیر کرده بود، تیل بیداد، همه چیز بیداد، همه چیز میداد. مردم افغانستان به خاطر عقیده خود سر خود میتن، و می خاطر ما اقلا اگر سر ما خود دادن میتن، اقلا اینجا در کنار مردم خود میشنم در پارک زرنگار. قبلا هم شده بودم در اون کنج، این دفعه در این کنج شده این دفعه در چند چه وقت شد از ترکیه آمدین جناب فیلسوف سر؟ از روزی که آمدیم مکتوب نشته کردم برای مقامات دولت که نمیتون یک عمله را انجام میتون با خانه شان آباد دیگه بررسی کردن امنیت ملی، وزارت داخله، اداره امور، اکادمی علوم افغانستان، تشکر میکنم از اکادمی علوم افغانستان، کلگی تایید کردن دیگه پلیسی دولت هم اغراض ندارم، آدم سیاسی نیستم دیگه. امنیت ما را گرفتن همیجه، اگرچه من را گفتم برو در جاده و در اوجه گفتم سرکا من میشم، من نمیخواییم که یک چیز فایده کنید در دیگه چیز مثلا عوارض جانبی پیدا کنه. من همیجه آرام ششته دیگه، امنیت ملی و حوزه دو برادرها کلش از یک سر، رئیس های وی آی پی میدان هوایی بیچاره آمد زد کرد رومت، یعنی کلگی در مجموع برادرای دولت و غیر دولتی مردم کلگی آمدن از ما پشتیبانی کردن و تلویزیون ها زنگ زدن، من امرای تلویزیون ها موافقه نکردم، گفتم بخواد اگه نگویم با صدیق اوان میخواه که اگه هم تو میگه شهرت خودم میکشه، من قدر شهرت دارم، شما برین در یوتیوب، برین در گوگل، برین در سرچ کنین که چقدر سایت ها تنها شهروی شد. صدیق اوان کی هست؟ تنها 16 جلد کتاب تنها شهروی در مرد نشته کرد، روسیه نشته کرد، چند جلدش هست در گوگل، چند جلد در انگلیس برای من شکر، در خود لندن فروخته میشه، در امریکا فروخته میشه. شما ببینید که مکی هستم از 1340 به این طرف من چهره مطبوعاتی هستم، اولین بار عکس من در کوچینا نیست چاپ شده بود دیگه، روزنامه را شما پیدا کنید. من سر شخصت سرمایه گذاری نمیکنم، من تایید بکنید نمیکنید، من هر روز دعوت این خیر است، مگم یکی دیگه تا نخوب بگوییم یک جمله نخواهیم، من خیر است تعمیم کنید، تحقیق کنید، پروا ندارم. شما وقتی که مرا هر چی میگین در فیسبوک ها و در چیز، مگر فضل خدا نمیگین سرم گپا دوباره که میگین مرا نمیگین، اگر میگین من خوش میشم که شما درد سر ما خالی کنین و راحت خلق کنین. میبینین چقدر پیام زیبا میتو فیلسوف صاحب میگه مرا ما تا اگر دو میزنین ولی بین یک دیگرتان جور بیاین، بالاخره تا با کی از آره ازبک پشتون تاجک بیاین دست به دست هم بتیم یکی شوی. چه خوب جمله را گفتی، هیچ وقت به زاده تان افتخار نکنین. من اولین بار به تلویزیون دمی چینل شما میگم به زاده تان افتخار نکنین. من ممزهی هستم، من صدوزهی هستم، من مزاری هستم، من قنداری هستم، من کودامانی هستم، من پنشیری هستم، من احمد هستم، احمد هستم. به خاطر اینکه زاده ها همیشه مردود شمرده شده از دیدگاه قرآن کریم. یک پیغمبر زاده ها مردود است از نگاه قرآن کریم، بچه پیغمبر مردود شمرده شده. مثلا چی؟ علما ورخطا میشه، چون بنیانگذار قاتلا پیغمبر زاده بود، او را قابیل میگن که برادر خود به شهادت رساند، آبیله بچه آدم علیه السلام بود، بنیانگذار مشرکین بچه پیغمبر بود که بچه نوح علیه السلام بود، بنیانگذار در چاه میانداختگی بچه پیغمبر بود، بچه یعقوب علیه السلام که برادر خود یوسف علیه السلام در چاه انداخت،
پاسای کنن پیغمبر زاده مردود است. میخواد پیغمبر مزام مرا چی نواده؟ پسرش گرفته که باز نلغزه و میخواد با زاده تان افتخار نکنید، به عبادت و صداقت و انسانیت تان افتخار کنید. بس با صداقت تان به این ملت بیچاره صادق باشین. اگر صادق نباشین، هر نه به حکومت ها با اتوم خود بیان، چنانچه روز با اتوم خود در امریکا با ناتو خود با تمامش سقوط کرد و یک گوشتار است که همین حالم سر وقت است که باید از یکی دیگه خود بغل بگیریم. تشکر میکنیم. تعداد زیادی از کشورها هستند، مثل کشورهای بزرگ و گوشتادش هم میتونیم بتیم، مثل امریکا، روسیه، هلند، نروژ، کشورهای بزرگی هستند که فیلسوف صدیق افغان را خواهانش هستند که باشه. آیا به فکرتان تا به حال موضوع گشته که باید برین یک جای ساکن شوین، تابعیت یک کشور دیگر بگیرین، برتان پیشنهاد داده شده؟ اطور است که میخوایی که بعد مردم میاین افتخارات دانه برای مردم بکشین، میخوایی خوش مردم بیاین یک چیز نوی را کنین. اگر پارچه را اول میتی بعد هم سین فیاید میاین خانه دو منزله شد، بعد قاچاقبر میگن تا خانه مادرت اگر مقبول تول چیزی بعد خالید میگه میگه چرا بچه شد مقبول مقبول است. خدت بلند باشه پخچه را بدش میگی. شما ببینید که در کشورهای مختلف چقدر مدال ها میتونه. من چقدر مگه من افغان هستم، پاسپورت هم اصلا که من پاسپورت هم افغانی است، پاسپورت هم پاسپورت بیدم تو پاسپورت امریکایی یا نیست، پاسپورت هم افغانی است. مثلا یک کسی گفت سلام افغان ها، یک جمله میخوایم که برایش کس نگفتن دکم پاسپورت هم افغانی است، پاسپورت سیخ افغان افغانی است، پاسپورت افغانی است. من مامور افغانستان باز نیستم، من باز مامور افغانستان هستم. ببینین the world فیلسوف جهان واقعا بازایی که در هیچ کشور ویزا کار ندارم دیگه، چی میکنیم از این پاسپورت در مملکت برو؟ واقعا شخصیت هستم، بس اولاد مملکت هستم، بخونی مملکت سیدی که افغان شدیم. وقتی که آدم گوه کابتا شیرش صاحبش میخوره، فهمیدین؟ یک وقت در یکی از رئیس جمهورها را گفتم، مثلا صدام حسین نگفتم، گفتم از ما که مرغ خوب است چی خوب است؟ تو کثافت میخورد تخم تولید میکنه، ما تخم میخوریم چی تولید میکنیم؟ حرفای خودم است، کل دنیا میفهمم، من بی سواد هستم دنیا میفهمم، چون با سواد حرفای دیگر را سر حرفای دیگر را دکترا میگیرم، از کتابخانه گپ میزنم. یک جمله در مسکو گفتم، یک جمله گفتم چی بود دو جمله؟ این جمله بسیار بلند است. من گفتن که افغان ها گریخت از افغانستان، گفتن در تیاره خود کشال کردن. من گفتم نخیر، در تیاره خود کشال نکردن، دم تیاره را گرفتن که امریکا در 20 سال آمدی بیای صحبی تا بیتی باز بگریست. وقتی تیاره را قایم گرفتن، تیاره گریخت، یا مردم را قایم کردن در تیاره افتیدن، یا اصلا تیاره را قایم کردن، نه در تیاره شدن که ما بگریزیم از وطن. تولار کلی که کف زد و می خاطر امریکا زمینه را جور کرد که بیایی که من شما را میبرم، بیایی که شما را میبرم. یکم تو دور با در قطر علاج کردی. پس افغان ها در هر جای با عزت است، افتخار میکنه من اگر افغان هستم. اگر نا نداریم او نداریم، غرور داریم، انگلیس کوبیدیم، اردوس کوبیدیم، ناتو را با دست دارش کوبیدیم، جور میشیم انشاءالله. مخیم بیاییم که در دی دوکان کل ما سنگ سیری نباشیم، کل ما سنگ سیری استیم. در جامعه خرد پیدا نمیشه که سنگ سیری شلغم طول میشه، که نیم اسقالی الماس خرد جامعه شد تا بزرگ شدیم. صفر باش که رفیقت عب باشه، او را بغل کنی افتا جور شد. اگر نیکو بخواه که تو زر کنه مثل که یک امریکایی را گفتم ما صفر خود چند گفت هفت، گفتم اگر دو شدیم افتاد میشه من که بزنم صفر ضربه هفت تو رو صفر میسوزم، وانا صفر ساخته میشه. بیزد شد برشکست کرد، بیزد شد. پس من حرفای من خوی آدم با سواد نیست و با آدم کتابی نیست، حرفای من با ترکی میگم. لطفا این قسم نگوین، دوستتان داری چرا بناق خودتان اذیت میکنین؟ فیلسوف صاحب میخوایم ببینین اگر بعضی ها از نزدیک نمیتونن اظهار کنن، بعضی ها میشه مستقیم برتان بعض وقتا سرمایه کشور خود قدر بتیم بگیم که چقدر شما عزیز هستین. باور بکنین خیلی مردم هست که شما رو قدر دوست دارن که نگوین فیلسوف صاحب. من میفهمم بر دوست دارن، من تو ما کسی رو دوست ندارم. چرا؟ بخاطر یک دوست داشتن وجود نداره. آدم در زمستان بخوری رو دوست داره، در تابستان باز مشوقه خود بندی میکنه. جمله را گرفتین؟ حرف خیلی جالب.
دوز داشتن وجود نداره، یک ضرورت است. اگر بگویم من شما را دوز دارم، شما را منعت نگذارم، من به دوستی شما ضرورت دارم. میگن چی میخوری صدیق افغان؟ اگه وقت یکی از رئیس جمهور افغانستان گفت چرا قدر جوان موندی؟ جوان است نه جوان است جوان است نه چرا جوان موندی؟ کسی گفت سفید هم شدیم. من گفتم که میفهمی خوراک من چی است؟ خوراک من چی است؟ چی است؟ گفتم محبت های شماست. با تمام بین نزاکت هایی که ما داشتیم، دولت ها همیشه عزت من کرده، مردم عزت من کرده، اما دنیا عزت من کرده، ام پنج بار ازم عزت من کرده. من حقایق بیان میکنم به خاطر که ریاضی فلسفی ثبوت حقایق است. بس دیگه کدوم گپ نیست. قربانتان دوست عزیز نازنینم، شکر خدا که از حال فیلسوف صاحب باخبر شدیم. شکر صحت و سلامت هستن و آرزو داریم که بزرگترین وقتی مشکل انشاءالله این مشکل بزرگترین فرصت حل شوه و بخیر اختام کنه جامعه جهانی دیگه ارتباط دهی که توهین به پیامبر بزرگ اسلام صورت گرفته. انشاءالله آمینشان طبق روال جهانی امرایشان رفتار و رابط شد که بیشتر خود شما قضاوت کنین. و من حیث آخرین پیام کوتاه حرفای فیلسوف صاحب صدیق افغان، شخصیت دوست داشتنی افغانستان را میشنویم، بعدا از حضور شما عزیز خدافزی میکنیم. ای با ما توفاز فیلسوف صاحب آی یک تقاطیم است که من این کار کردم در 1399 از مدی شدم رفتم بازی را دیگه چاپ نشد. بله. بازی را این یک قدیم رو به افغانستان با تمام امکانات که نداشت بیچارت بودیجه نداشت در این حکومت فعلی این را چاپ کردن. بله. این عنوان شد فشرده از نزد بروف مقطعات مقطعات قرآن کریم. بله. به اساس قواعد ریاضی فلسفی دیگه بسیار جالب است. دیگه ایده براتون توفه میتونم. قربانتان تشکر از این توفه گرانبهایتان فیلسوف صاحب عزیز. هرچی که هستم من شما هستم، نمیفروشم بطالا، چون به قصدار شما هستم، به خون شما صدیق افغان شدیم. شما مالیه پرداخت کردین، ما تحصیل کردیم، ما نمیخوایم. شما هرچی که میگن، شما میگن اینجا چی میگن، شما کل دارن نمیگم. شما میگن یک تعداد مردم میگن سرخ هستن، راست میگن. ملامت نکن، به خاطر که آینکاش سرخ است، سرخ میبینه. شما ملامت نیست که هرچی تشخیص میکنه مرا. پیشما معزز محترم هستین، قربان سرتان شم. تشکر. بخیر باشین. خیلی خوش شدم فیلسوف صاحب بزرگوار. دوست عزیز و نازنینم، این بود برنامه‌ای که امروز با فیلسوف صاحب عزیز خدمت شما عزیزا تقدیم کردیم. من صدیق افغان هستم. فیلسوف من دیگه کلا سو باشه. آدم هوا که شربت بگوید شیرین نمیشه. خود مایت تنم آدم ببینه کارش گپ دیه، نه زبانش گپ دیه. کار خیلی خیلی حرف شیرینی گفت. صدیق افغان، محمد صدیق افغان هستم. القابی یه پار پاس فکر. قضاوت رو بگذاریم بر دست مردم. خود شما دوست عزیز قضاوت کنید که چی شخصیتایتان واقعا فیلسوف است و چی کسایی نیستن. او که در پاسپورت دایی و جهان میشناسه در اینترنت، نه من محمد صدیق افغان هستم. اینا کلش همون رنگ روغن است. رنگ روغن مفهوم نداره. آدم نمیتونه که یعنی انتیبیوتیک نمیفهمه که من انتیبیوتیک هستم، میکروب نمیفهمه که من میکروب هستم. او را میکروسکوپ ها تشخیص میکنه که آیا میکروب است یا انتیبیوتیک. شما منعیس میکروسکوپ ها تشخیص میکنه که در 50 سال الهی تا نکردم تا خون خود الهی تا نمیتونم. 5 لیتر خونم فدای 5 منطقه افغانستان، 5 زون افغانستان. چون افغانستان خانه ما است، نه وطنم. وطنم کره زمین است. در خانه ما 33 کاکا دارم. کابل از والدین ماست، پدرم است. 33 کاکا دارم. کاکای قنداریم، بچه کاکای قنداریم. کاکای مزاریم، بچه کاکای مزاریم. کاکای بامیانیم، بچه کاکای بامیانیم. کاکای خوستیم، بچه کاکای خوستیم. کاکای جلال آبادیم. هر ولایت یک کاکای ماست. شما کلتون بچه کاکای ماستی. به این خاطر بچه کاکای اگر اون طرف بچه کاکای اگر چون تو میکنه خیر ساق داری با من خدا تشکر. خیر باشین دوست عزیز نازنینی بود برنامه‌ای که با جناب فیلسوف صاحب عزیز تقدیم حضور شما کردیم. امیدوار هستم مورد پسند تک تک از شما عزیزا قرار گرفته باشه و نظریات، انتقادات، پیشنهاداتتان را میتونین در قسمت کومنت برنامه با ما شریک بسازین. انشاءالله در برنامه بعد به خانش میگیریم بهترین کومنت ها را. و تا دیدار بعد، بدرود.